دیگر هیچ امکانی برای حرکت مسالمت آمیز سیاسی وجود نداشت. شمار اعدام های شبانه تنها در زندان اوین تهران راه به صدها مورد می رسید. دستی شدگان قبل از 30 خرداد هم در یک انتقام گیری وحشیانه اعدام شدند. از این رو مجاهدین و میلیشیای مجاهد خلق تهاجمی بزرگ را علیه گشت ها و مزدوران و مراکز رژیم آغاز کردند. واحدهای رزمنده مجاهدین و میلیشیای قهرمان به مقابله با واحدهای سرکوب سپاه و کمیته پرداختند. از تهاجم سنگین با تیربار و موشک آرتیکی به ستاد مرکزی سپاه پاسداران در تهران تا نفوذ به ستاد نیروی ارتش در لویجان و هلاکت تعدادی از سرکردگان سرسپرده آنان، خلاصه همه جا نبرد بی امان آغاز شد.